و اجازه بدید من تماس بگیرم با خانم دکتر زنوسی. من به ایشون گفتم که شما اگه لطف کنید هر از چند روزی بیاین یه مقداری صحبت کنید و این دوستان رو هم بهشون یادآوری کنید، هم به کارهای مهمی که شما انجام دادید به اصطلاح آشنا کنید، که میدونید بشر چرا میگه نماز هر روز بخون روز 17 دفعه تکرار؟ چرا میگه اگه میخوای کارات کار کنی هفته 3 روز باید بیای ورزش کنی؟ اگه میخوای نمیدونم خوراک چرا تکرار میکنی؟ همه چی با تکرار ادامه پیدا میکنه. چرا ما یه نفس نمیکشیم نگهش داریم برای همیشه، هی با نفس بکشیم بازدم دم این تکرار؟ به ایشون گفتم که شما باید یک ویدیوهای درست کنید که ما بتونیم اینجا چیز کنیم، روزانه پخش کنیم تا توی گوش و چشم و هوش مردم باشیم و اینها کمک کردن بشه یکی از عاداتشون. حالا اون روز زنگ زدیم ایشون نبودن، الان هستن. خانم دکتر نسترن زنوسی سلام میکنم خدمت شما، با بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم هستیم. همونجوری که من ازتون خواهش کردم اون چیزهای قشنگ و زیبا و حقیقی که شما می نویسید و واقعا من بعضی وقتا دارم رانندگی میکنم اشکم در میاد، شما اینا رو به مردم هم بگید و سعی کنید تکرار روزانه یه روز در میون که یادمون نره بشر فراموشکاره. اون چیزی رو که شما نوشتید من اون روز هم خوندم، چقدر قشنگ نوشته بود این هدیه های زیادی، این شکلات خریدن ها، این گل خریدن ها، اینا رو یکم کمتر کنیم، اون اضافیشو به اونایی که گرسنه هستن. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. دوستان عزیز اگر خودتون کسی رو دارید در ایران خودتون کمک کنید، اگر کسی رو ندارید دنبال یه آدمی میگردید که اطمینان کنی اون آدم انسان شریفی به نام دکتر نسترن زنوسی و همسرشون این کار رو انجام میدن بدون هیچ هزینه ای. یعنی شما اگه 10 دلار کمک میکنید 10 دلار به دست ایرانی در ایران برنج و روغن میرسه، هزینه رفتن و پرواز و روزایی که کار نمیکنن ایشون از جیب خودشون پرداخت میکنن. سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنونده. سلام جناب آقای سربی و سلام به بیننده های مهربون و عزیز شما در هر جای دنیا که تشریف دارن. شما صدای منو دارین؟ بله 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 بفرمایید. بله. واقعا تشکر میکنم از همه آدم های مهربونی که در این مدت کوتاه که از دفعه پیش بود لطف و محبت کردن. آقای سوربی چون این برنامه رو شما لطف میکنین و این وقت نازنینتون رو و واقعا وقت پروداکتیو برنامه‌تون رو به من میدین و به مردم ایران میدین بدون کوچکترین چش داشت و هزینه‌ای، من واقعا لازم از شما تشکر کنم و بگم علت که به طور سریع و خلاصه میگم، علت که مزاحم شما و وقت مردم دارم میشم اینه که چون نزدیک به شب یلدا هستیم، چون نزدیک تنکسگیوینگ در آمریکا هستیم، نزدیک کریسمس هستیم، میخواستم استدعا کنم، خواهش کنم عزیزانی که گلای زیبا، شکلاتای خوشمزه میخرن و مرتب برای حتی صدومین بارم که خونه هم دیگه میرن با ارکیده های قشنگ با گلای زیبا میرن، دست خالی نمیرن، چون در فرهنگ ایرانی اونی که دست زیبا و پر بره. میخواستم خواهش کنم حتی یه دفعه رو شده گل نخریم، یه بارم شده شکلات نبریم. شما خودتون از گل قشنگتر و از شکلات های آب نوافا خیلی شیرین تر هستین. پول یک گل در آمریکا لاغل من میدونم 3 ماه 3 تا خانواده رو برای 4 ماه ساپورت میکنه، نه برای یه هفته، برای 4 ماه پول یک گل، یه دسته گل درسته ساپورت میکنه. یادتون باشه که این گلای قشنگم در کنارش این فکر رو بکنین که اینا هم حیات دارن و اینا رو از شاخشون و زندگیشون جدا نکنین. الان قبل از ماه اینجا نوامبر هستش، تو ایران فکر میکنم آبانه، قبل از شروع سرماهای ایران بیاین به خاطر هم به خاطر اونا یه لطفی بکنین، با هم به طرف این آدم ها بریم. خودتون به من ندین،
استدعا میکنم با دست شریفتون مستقیم تو دست مردم بدین، بدین به اقوانتون، ولی اونا شکماشون سیره، اونا گرسنه نیستن، اقوام عزیزتون، خواهش کنین این دفعه رو به اون مردم بدن، به فقیرها بدن. اگر به من دادین و یا به همسر من که شما پزشکه در واشنگتن دی سی، من میتونم آدرس مطبمون شماره رو بدم، ولی اگه به ما دادین من به شما رسید خرید، شماره تلفن، عکس دونه دونه این مددجو بدبختا رو که کیسه برنج شما و روغن فقط با $10 تو دستشونه، من عکسشون رو میارم، رسید خرید رو میارم، تلفن اون فروشگاه، آدرس، تلفن این آژانسی که ما رو میبره که اصلا منو نمیشناسن به شما میدم و بهتون قول میدم که این پول رو 100% نه حتی یک سنتش رو من کم بکنم. میدونین شما به شکل مختلف میتونین پول بسازین، از درآمدتون ندین، میتونین کریستالای قشنگ تو خونتون رو که استفاده نمیکنین، اونا که ارزون هم، نه کریستالای گرونتون رو، میتونین ظرفای زیبایی که توی کلازت ها هستش ماها استفاده نکردین یا سالها، خاتم کاری های زیبایی ایرانی رو میتونین بین دوستاتون اینا رو یه شب مهمونی توی میز کوچیک بذارین و بگیم اگه هر کی خواست اینا رو بخره. نمیگم جواهرات اصلی کنم، ولی جواهرهای بدل رو که خیلی اترکتیون اینا رو میتونین به هم بفروشین. زعفرونایی که سر راه طراحی میگیرین از اقوامتون، هر زعفرون کوچیک و مارک عالی، خدا شاهد است خانواده رو غذا میده تو ایران برای 4 ماه 5 ماه. خودتون مستقیم با دست خودتون بدین، به من ندین، من هم میخوام یه صدایی باشم تو میونه قلبای مهربون شما. اگر خدایی نکرده نمیخواین به مردم ایران کمک کنین، نمیخواین به مثلا فکر کنین که مردم مثلا کشور ایران داره قوی تر میشه، به آفریقا، سوریه، به بچه های تو عراق، به بچه های تو پاکستان و افغانستان بدین. ولی اگر دوست دارین به ایران بدین الان وقت بشه، چون داره هوا سرد میشه. عذر میخوام، عذر میخوام، اگه به آدمانی میخواین بدین، به سگای گرسنه بدین، به گربه های گرسنه بدین، شما با هر دستی بدین من به شما قول میدم، trust me، با همون دست یونیورس به شما پس میده. اگه به خدا اعتقاد دارین یا ندارین، من به عقاید همه احترام میذارم آقای سوربی، ما توی کشور واقعا دموکراتیک هستیم و هیچکی اجازه نداره راجع به مذهب یکی دیگه سوال کنه یا اصلا یعنی چیزی بکنه. در نتیجه به هر کسی که معتقدین با دست یه ذره که میدین 100 برابر خداوند یا یونیورس به شما پس میده. آقای سوربی، اگر یه قهوه کمتر مردم تو استارباکس بخورن، به قهوه رو برن از یه جای ارزون تر بخرن، پول 20 تا دونه سنگک تو ایران میشه پول یه قهوه استارباکس. از اونایی که زائرین حرم مطهر هستن به مشهد، من خواهش میکنم اونایی که تو هتلای 5 ستاره دور حرم شبی 800 هزار تومن برای یه اتاق میدن، استدعا میکنم چای و غذا رو تو هتل نخورید. اگه پول هتل رو میدین بدین، ولی چایتون رو توی رستوران ساده تر بخورین و غذاتون رو، به خدا رستوران های سالم هست، فکر نکنین مریض میشین. زائران حرم مطهر رو دارم میگم. من میخوام اینجا به عنوان یک آدم، به عنوان یک انسان از مقام های مسئولین بزرگ ایران استدعا کنم، تمنا کنم، از مقام معظم جمهوری اسلامی ایران، از آقای دکتر روحانی مقام ریاست جمهوری ایران استدعا کنم، جناب آقای سید علی خامنه ای، آقای دکتر روحانی، خواهش میکنم به خاطر یعنی با امریکا و اسرائیل وارد بحث نشین. ما هممون ماهیت اینا رو میشناسیم، ولی این بحثا، این آرگومنت ها داره باعث میشه وضع ایران خرابتر بشه و قیمت دلار بالاتر بره. واقعا از این بیشتر خیلی ها نمیتونن دیگه افورد کنن. طبقات محروم و کارگر و کارمندای ایران نمیتونن
برای بچه هاشون دایپر بخرم، شیر خشک بخرم، استدعا میکنم به خاطر مردم با اینا کمتر چیز کنیم، به خاطر مردم واقعا خواهش میکنم از جناب آقای رئیسی مشهد. من اصلیت هم مشهدیه، البته میرزامادی ها مال اصفهان، پدرم یعنی فامیل خودم میرزامادیه. خواهش میکنم جناب آقای رئیسی، روزی 7000 نفر هر روز مجانن از نهارخونه حضرت کنار حرم مطهر از آستان قدس رضوی دارن غذا میخورن، نهار میخورن. اینو خیلی هاشون متمولن، میان بخورن چون تبرکه، درسته؟ خواهش میکنم یه روزشو بدین به مردم دور حرم مطهر که دارن زایه جمع میکنن، دارن تو کارتون ها هستن. متاسفانه واقعا این یه حقیقتیه که ما همه باید قبول کنیم، حالا به خاطر تحریماتی که دولت آمریکا داره یا اسرائیل داره، کل دنیا در بدر و بدبخت شدن. به جای 7000 نفر در روز شاید به 3000 نفر بدیم و بقیه رو تو شهر تقسیم کنیم فقط به محرومان. تو ماه محرم رمضان، ماه مبارک رمضان ببخشید، افطاری به 14000 نفر آستان قدس داره میده. استدعا میکنم یک روز از ماه مبارک رمضان رو به کارتون خوابا بدیم. اونایی که زائرین امام رضا هستن و زائرین کربلا و امام حسین هستن، من با تمام وجودم به شما احترام میذارم و ریسپکت میکنم، ولی استدعا میکنم مطمئن باشین شما با قلبای پاکی که دارین، هر روز تو قلبتون زائر امام حسینی، زائر آقا حضرت رضا هستین. در نتیجه پول یه شب هتلتون رو خواهش میکنم بذارین قبل از زمستون بذارین کنار. اگه به ایران و ایرانی نمیخواین بدین، به آفریقا بدین، به بچه تو عراق بدین، تو همون کربلایی که میرین برای زیارت فقیر زیاده. خواهش میکنم اگه به آدم ها هستی نمیخواد بده، ته بشقابتون رو به گربه ها بدین. من گربه هایی دیدم تو ایران دارن تیکه تیکه میکنن سطلای آشغالا رو، کیسه های آشغالا. این سگا رو دیدم از ترسشون نمیان بیرون، سگا قایم میشن ولی گرسنه دارن میمیرن. یکی از عزیزان پریروز به من گفت خانم دکتر زانوزی شما بیاین مسئله رو سیستمیک رزولوشن بذاریم، بیاین مسئله بزرگمون رو حل کنیم، کیسه غذا، کیسه برنج، حالا 4 ماه هم یه غذا بده حالا یکی بمیره، حالا مسئله اصلی که حل نمیشه، اعتیاد فحشاه. مسئله این بود که آقای محترم آیا من میتونم مسئله اعتیاد و فحشا رو، خدای نکرده اگه در ایران هست یا در آمریکا امکان هست، من میتونم حل کنم؟ نه من نمیتونم. ولی ما میتونیم یک نفر رو سیر کنیم. برای اون یک نفر شما تمام دنیا هستیم، تمام عالمی، کسی که داره از گرسنگی بچه‌هاش رو نجات میده. از من بر نمیاد مسائل اجتماعی و سیاسی آمریکا رو حل کنم، واقعا نمیاد. مجددا میگم مدارس شیک و عالی تو ایران زیاده، مساجد بیوتیفول، مساجد تو ایران زیاده، باور کنید پرورشگاه‌های زیبا تو ایران زیاده، ولی یک عده گرسنه. تو رو به خدا اونایی که بانی قضا میشن تو ایام فاطمیه، تو ایام عاشورا، دهه عاشورا، اونایی که شب یلدا دارن مهمونی‌های 50 میلیون تومانی میدن، استدعا میکنم یک شب رو فوکس کنیم در هر جای ایران به اونایی که فقیر و گرسنه هستن. یادتون باشه تمام این کاخ ها میمونن، تمام این جواهرات آدم میذاره میره. متاسفانه یا خوشبختانه هممون با دست به خالی میریم، چه جوون چه پیر. با اجازتون یک خط کوتاه از یه شعر رو واسهتون میخونم. این رو به اونایی میخونم که وضعشون خوبه، اونایی که خواهی مالیشون بهتره، نه اینکه بگم شخصیتشون بالاتره، چون شخصیت به پول نیست، به ثروت نیست، ولی فقط اینو میخونم که یادتون باشه. شعر منم نیست، مالی عزیزیه که گفته که من نمیشناسم کی گفته. میگه نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کسی که بالاتر نشست
استخوانش سخت بر خواهد شکست. یادتون باشه کارماست، دنیا دار مکافات، شما با هر دست بدین با همون دست بر میگرده. خواهش میکنم قبل از شروع ماه دی، قبل از شب یلدا، قبل از این تنکسگیوینگ، اونایی که تو آمریکا هستین، اونایی که بهتر از آمریکایی ها تنکسگیوینگ رو دارین جشن میگیرین، 50 نفر تو خونتون میان، 10 تا ترکی و بوغلم میذارین. من نهایت احترام دارم، ولی شاید یک غذا رو کمتر کنین اون شب $100 سیو کنین. شاید یه شب یک کریسمس رو به جای کادوهای $100 $150 کادوهای $20 بدین، کادوهای $50 بدین. شاید یک بار در هفته استارباکس نرین، قهوه عالی نخورین، شاید تو هتلای 5 ستاره دور مشهد غذا اگه میخورین چاییتون رو برین بیرون بخورین. به خدا قسم اونا وضع خیلی خوبه، من اسم نمیبرم هتلا رو، یه مایلی حرم مطهرم و هتل 5 ستاره است، شبیه 1,000,000 تومان داره میگیره. یه مهمونی رو 5,000,000 میگیرم، 4 نفر بوفه غذا بخورم. من نتیجه استدعا میکنم ای زائرین آقای مامرزا، باور کنین ایشون راضی نیستن که شما همچی پولایی بدین و کنار حرم مطهر یه نفر از صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر زایع جمع کنه و کیلوی 1,200 تومن طلب بفروشه، یعنی تمام روز 20,000 تومن 25,000 تومن اگه پیدا کنه زایع رو. نون سنگک گرون شده، خانمایی که میرین ماساژ میگیرین برای صورتهای زیباتون، برای بدناتون، اونهایی که میرین ناخونهای عالی درجه 1 درست میکنین، یک هفته خودتون ماساژ بدین، عزیز دختر یا پسرتون گردن رو بدن شما رو ماساژ بدن، دستاتون رو، ولی اون پولش رو یک بار قبل از زمستون به مردم برسونید. من بچه رو تو کارتون دیدم، من بچه رو تو باکس دیدم تو ایران، متاسفانه مادرش رو زمین میخوابه رو مقبا. اینا فقط مال ایران نیست جناب سوربی، تو آمریکا بدتره، بریم لس آنجلس ببینیم چه خبره، بریم سان دیگو اونجا هوا بهتره، مردم بهتر سر جار راه وا میستن، فقر همه جا هست، ولی مثل مردم آمریکا که خودشون دست کمک دارن، مردم ایران خیلی مهربونن، خیلی انسانن، و غیر از خوبی از ایرانی ها چیزی ندیدم واقعا. خواهش میکنم قلبتون رو یکی کنی، بدون در نظر گرفتن شیعه و سنی و مسیحی و یهود و مسلمون، همه با هم به طرف فقر دنیا بریم، یا به آفریقا بدین یا به ایران عزیزمون. یادتون باشه میلیون ها میلیون دلار داره آمریکا به آفریقا میده، به سوریه میده، ولی یک پنی که به ایران نمیده که هیچی، آنچنان از 6 نوامبر تحریمات رو بدتر کرده که فاجعه داره میشه، قیمت دلار داره روز به روز بالاتر میشه. یک دنیا تشکر، مرسی، دیگه مزاحمتون نمیشم و خواهش میکنم شماره تلفن من 202-580-9137، من برای $1 شما رسید میارم. من اسمم نسترن، فامیلم میردامادیه، پدر من دکتر محمد میردامادی بودن و مرتبشون روی تمام تقریر آباز بود. مادر من توی روزامی های مشهد جزو تنها خانم دکترهای مشهد بودن که سیگار میدادن، حلوا میدادن، شیرنی میبردن. من به چشم دیدم و با همین نیت بزرگ شدم. به من ندین و عزیزاتو بدین، ولی بدین این امسال رو بدین تا این تحریمات کمتر بشه. خیلی ممنون، خیلی عذر میخوام. ما ممنونیم از شما. من سعی میکنم که با شما تماس بگیرم، گفتم فردا شب با یکی از دوستان هستم که درباره ساختن ویدیوهای کوتاهی باش صحبت میکنم و امیدوارم این کار رو بتونیم انجام بدیم. شما خیلی قشنگ گفتید که سعی کنیم به کمک کردن به دیگران، حتی اگر نمیخوام به ایرانی ها حالا به خاطر حکومت کمک کنیم، به دیگران در کشورهای دیگه کمک کنیم. یمن الان موقعیت بسیار بدی داره، گفت 14 میلیون در خطر قحطی و گرسنگی هستن. آفریقا رو شما مثال زدید و یک صحبت خیلی قشنگی شما گفتید که آمریکا به آفریقا کمک میکنه ولی به ایران داره ضربه میزنه و دروغ هم میگه. همین آقای پمپئو پریروزا میگفت که ما خوراک و دارو و اینها رو آزاد گذاشتیم ولی
خودش وقتی که صحبت کرد گفت اگر حکومت میخواد مردم غذا بخورن باید به اصطلاح حرفای ما رو گوش کنه. یعنی خود اینا میدونن که با این کارشون خوراک مردم، غذای مردم به خطر افتاده. در صورت من ممنونم از شما، از خواهش همسرتون، میکنم. از دیگران و امیدوارم بازم شما رو داشته باشیم در روزهای آینده. دنیا تشکر. من یه جمله کوتاه، یه شعر چند خط کوتاه به نیت پاک شما و نیت مردم نازنین ایران و ایرانی های اینجا میخونم از حافظه. میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم. بی خود از شعری پرتو ذاتم کردم، باد از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که اون تازه براتم دادن. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. امیدوارم تک تکتون خورشیدای نورانی و ماهای زیبا برای ایرانیان تو ایران باشیم. خیلی ممنونم، متشکرم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم به امید دیدار شما. مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.